يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. مردی به نام مایکل هارت می گوید. مایکل هارت کیست؟ مایکل هارت یک تاریخ شناس معاصر و یک ریاضیدان بود و او دیگر مورخین یعنی تاریخ نویسان را گرد هم آورد و آنها گفتند بیایید لیست از 100 فرد برتر که تاریخ را رقم زدند تشکیل دهیم. برای اینکه داستان را خلاصه کنم، آنها شاخص 32 دسته‌ای تشکیل دادند که با آن لیست 100 شخصیت برتر در تاریخ بشریت را تهیه کردند. اجازه دهید آنچی مایکل هارت گفت را به شما بازگو کنم. او گفت محمد صلی الله علیه و سلم، او نام محمد صلی الله علیه و سلم را در صدر این لیست قرار داد و کسانی که با او بودند نمی توانستند که با آن مخالفت کنند، چون نظر به شاخصهای تعیین شده رسول الله صلی الله علیه و سلم شایسته این مقام بود. و مایکل هارت گفت من دوست داشتم که عیسی علیه السلام را در صدر این جدول قرار دهم، چون خودم یک عیسوی هستم، اما چندین شاخص وجود داشت که صادقانه بگویم نتوانستم او را انتخاب کنم، به خاطر که عیسی علیه السلام یک پدر نبود، اما محمد صلی الله علیه و سلم بود. عیسی علیه السلام شوهر کسی نبود، اما محمد صلی الله علیه و سلم بود. عیسی علیه السلام یک سیاستمدار نبود، اما محمد صلی الله علیه و سلم بود. عیسی علیه السلام یک رزمنده نبود، اما محمد صلی الله علیه و سلم بود. عیسی علیه السلام یک حکمران نبود، اما محمد صلی الله علیه و سلم بود. بناهن مایکل هارت و همراهانش گفتند برترین شخصیت که تاریخ و تمام سالنامه ها و کتب و مستند تاریخی را تحت تأثیر خود قرار داده باید محمد صلی الله علیه و سلم باشد. و این اظهاریه را می توانید آن را در آرشیف بایگانی مجله تایمز پیدا کنید. در آرشیف مجله نیویورک تایمز آن را ثبت کردند. می توانید آن را بخوانید و یا به صفحه اینترنتی آن سر زده مایکل هارت بنویسید و یا در صفحه گوگل آن را جستجو کنید. شواهدش موجود است و آن را خواهید دید. بگذارید گفته های بعضی از افراد دیگر را در مورد محمد صلی الله علیه و سلم و پیامش را برایتان نقل کنم. جورج برنارد شاو گفته است اگر مرد چون محمد صلی الله علیه و سلم حاکمیت و دیکتاتوری عصر نوین را عهده‌دار می بود، در حل مشکلات آن موفق شده و در آن صلح و خوشی لازمی را به وجود می آورد. مایکل هارت می گوید انتخاب من در قرار دادن نام محمد صلی الله علیه و سلم در صدر جدول تأثیرگذارترین اشخاص جهان شاید بعض از خوانندگان را متعجب سازد و ممکن مورد سوال دیگران قرار گیرد، اما او یگانه شخص در تاریخ بشریت بود که در سطوح دینی و دنیوی شدیداً موفق بود. و هفته‌نامه کسل می گوید او در مدت اندک بیش از یک سال رهبر روحانی و عرفی مدینه شد، در حالی که دستش بر پایه‌ای بود که با آن قرار بود جهان را تکان دهد. میلیاردها مسلمان در سراسر جهان در مدت 1400 سال گذشته تعالیم دینی محمد صلی الله علیه و سلم را قبول نمودند. یتیمی که سواد نداشت و در اقلیم صحرای عربستان ظهور کرد، یک جامعه عقب مانده را به تمدن عظیم مبدل ساخت. او یگانه رهبری بود که هدفش را در زندگی خود مشاهده کرد. او در مکه یتیم به دنیا آمد. او در مکه بزرگ شد و توسط مردم از مکه رانده شد، مجازات شد و مورد آزار و اذیت قرار گرفت. باید فرار می کرد، پیروانش کشته شدند، اما الله سبحانه و تعالی به او اجازه داد تا 23 سال بعد من حیث یک پیروز و من حیث یک فاتح برگردد.
و زمانی که برگشت همه را مورد عفو و بخشش قرار داد. او به هدف خود نائل آمد و بعد از آن محمد صلی الله علیه و سلم پیام خود را پخش کرد. او اسلام را در شبه جزیره عرب گسترش داد، طوری که اسلام من حیث یک حکومت برقرار شد. او یک حکمران بود، اما خوراک و پوشاکش کاملا مثل گذشته بود، درست مانند زمانی که در مکه بزرگ می شد. محمد صلی الله علیه و سلم منصف و عادل بود، با فامیل و دوستانش بیت المال را تقسیم نمی کرد، به نفع کسی را که دوست داشت و یا به ضرر کسی را که دوست نداشت قضاوت نمی کرد. مانند پادشاهان، مانند رئیس جمهوران، مانند رؤسا، مانند ثروتمندان و یا مانند قضات امروزی و مانند کسانی که در طول تاریخ این کار را کردند. او مرد بود در این دنیا، اما همیشه به فکر آخرت، چون الله سبحانه و تعالی این آیه را برایش نازل کرد: الاخرت خیر و ابقا، آخرت برای تو و برای هر کسی دیگر بهتر است از دنیا. پیامش دعوت مردم به سوی پرستش خالق یکتا بود و این که تمام بی‌عدالتی ها را از روی زمین برچیند و این که الگوی یک انسان کامل باشد تا مردم از او پیروی کند. اگر کسی قرآن کریم را تلاوت کند در هر صفحه آن را می‌بیند. این پیام در هر صفحه قرآن آمده است. این چیزیست که محمد صلی الله علیه و سلم را از رهبر و پیامبر دیگر مستثنا ساخته است. محمد صلی الله علیه و سلم هیچگاه دستش را برای زدن کس بالا نکرد، نه برای زدن بردهی، نه خانمه، نه طفله، نه دوسته، نه دشمنه، مگر این که آن دشمن در مقابل الله و پیامش ایستادگی کند. و زمانی که صحابه محمد صلی الله علیه و سلم را در میدان جنگ جستجو می کردند، می گفتند والله ما او را در وسط دشمن در حالت مبارزه می یافتیم و می گفتند ما از او حمایت و حفاظت می جستیم. ما در میدان جنگ خود را در پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم پنهان می کردیم. او در میدان جنگ چونین رزمنده و فرمانده بود که در راه الله سبحانه و تعالی مبارزه و فرماندهی می کرد و وقت از میدان نبرد بر می گشت، دیدگانش فرو می افتاد و به نرمی سخن می گفت و مهربان می بود، ملایم می بود و او پرهیزگار، نرمدل و غمخور بود و گریه می کرد. و محمد صلی الله علیه و سلم در طول روز به کارهای دیگر نیز می پرداخت، به مستمندان غذا می داد، به عیادت مریضان می رفت، ارتشها را از پا در می آورد، فرماندهی می کرد، قضاوت می کرد، با مردم سخن می گفت، رسیدگی به مشکلات زنان می کرد، زکات می پرداخت، لباسهای خود را می دوخت، متوجه خانه خود بود، غذا خریداری می کرد، تمام کارهایی که من و شما می کنیم می کرد. و در شب به یک بارگی 4 تا 5 ساعت به عبادت می پرداخت و در روز در غزوات و نبردها اشتراک می کرد، ارتشها را از پا در می آورد، احکام را بیان می کرد، قرآن را تشریح می کرد، مردم را به خلق نیک دعوت می کرد. چطور یک انسان تمام این کارها را می تواند در حالی که در شب 4 تا 5 ساعت عبادت می کرد؟ او چون که یک انسان بود، او یک پیامبر بود، او یک انسان حامل پیام بود. ای مسلمانان و ای غیر مسلمانان، بر اساس قرآن کریم محمد صلی الله علیه و سلم گواه بر مؤمنان بود. او چیز جز یک پیامبر نبود، او انسان بود که با مردم رفتار نیکو داشت، او یک خیرخواه بزرگ بود، او با یک حقیقت انکار ناپذیر فرستاده شده بود. او همان پیامبری بود که خوانده نمی توانست. او یک پیامبر و یک رحمت بود. او رحمت برای بشریت بود.
او گواه بر مؤمنان بود و مؤمنان گواه بر بشریت هستند و او رحمت برای جهانیان بود. او بهترین الگوی برای پیروی بود، است و در آینده هم می باشد. او آخرین پیامبر بشریت بود. او به سوی بشر و جن فرستاده شده بود. او بر همه سیستم ها پیروز بود. او با بهترین استاندارد خلق شده بود. ای مسلمانان و ای غیر مسلمانان، در تمام تاریخ فردی وجود ندارد که با محمد صلی الله علیه و سلم قابل مقایسه باشد. نه کانفیوشس، نه گواتما بودا، نه اسکندر کبیر، نه ناپلیون بوناپارت، نه جولیوس سیزار، نه کانستانتین، نه مهاتما گاندی، نه شا ریچارد یا شا فریدنند، نه وینستون چرچل، نه چارلز داروین، نه دنگ شاوپینگ، نه کارل ماکس، نه آلبرت اینشتین، نه مارتین لوتر، نه جورج واشنگتن، نه جان اف کندی و مطمئنا نه بیل کلینتون، نه تونی بلر، نه جان هاوارد، نه جورج بوش ارشد، نه جورج بوش اصغر، نه شما، نه من، نه والدین ما، نه اجدادمان، نه کسی از نیاکانمان میتواند با محمد صلی الله علیه و سلم قابل مقایسه باشد. ای غیر مسلمانان، به شما میگوییم بروید به خانه و همین امشب در مورد محمد صلی الله علیه و سلم مطالعه کنید. اگر جرأت دارید، اگر از تغییر نمیترسید، چون اگر در مورد محمد صلی الله علیه و سلم مطالعه کنید، آن هم با یک قلب و فکر باز، امکانش هست که محبت و احترام نسبت به این مرد در زندگی، قلب، فکر، فامیل و خانه‌تان پیدا شود و ممکن شما نیز بخواهید از پیروان محمد صلی الله علیه و سلم باشید. و اگر بخواهید این کار را بکنید، هرگز نام او را بالا نمیبرید و هرگز به امتش خیر اضافه نخواهید کرد، بلکه به خودتان نفع خواهید رساند. بنان ما شما را دعوت به شناختن و احترام نمودن و پذیرفتن محمد صلی الله علیه و سلم و پیامش میکنیم. فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن الرجاء يكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي إن العطاء إمداده متنوع إن العطاء إمداده متنوع يا حسنه ذاك العطاء المتنوع. بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من